دبیر شورای امنیت ملی خودش موظف موظف دونست تا تیه تماسی با کیهان مدیر مسئول کیهان رو نسبت به عقب نشونی خودش از مواضع قبلی اقنا کنه. روزنامه کیهان به طور سنتی باستاب دهنده نظرات بیت خامنه ای شناخته میشه. در پی انتقاد تند این روزنامه به اظهارات علی شمخانی مبنی بر امکان مذاکره مستقیم با آمریکا، اون تو تماس با کیهان از مواضع خود عقب نشینی کرد و حرف خودشو پس گرفت. اون تو تویتی به طور تلویحی از مذاکره مستقیم با آمریکا استقبال کرده و نوشته بود تا الان ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده و نیازی به پیش از این نیز نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها زمانی با روش های دیگه جایگزین میشه که توافق خوب در دسترس باشه. پیش از اون هم حسین امیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی تو رابطه با مذاکره مستقیم با آمریکا گفته بود اگر تو روند مذاکرات به مرحله ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگوها را با آمریکایی داشته باشیم این رو نادیده نمیگیریم پس از این اظهار نظرها حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه که تو مطلبی به انتقاد از اظهار نظر این دو نفر پرداخت و نوشت اکنون این پرزش از آقایان امیر عبداللهیان و شمخانی در میانه که چرا و با کدام تحلیل منطقی و قابل قبول از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا سخن میگند و کدوم بخش از صورت مسئله نامشخصه که روشن شدن اون به مذاکره اون هم مذاکره مستقیم با آمریکا نیاز داره اما حالا دریابان علی شمخانی که سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی رو هم بر داره به انتقادات کیهان پاسخ داده و خودش رو موظف دونسته تا تیه تماسی با این روزنامه مواضع خودش رو تشریح کنه و مدیر مسئول کیهان رو نسبت به عقب نشونی خودش از مواضع قبلی اقناع کنه اقدامی که در مورد سایر رسانه ها تا به حال صورت نپذیرفته دبیر شورای امنیت ملی و وزیر خارجه رو رئیس جمهور تعیین میکنه از این رو انتقاد از این دو نفر به طور غیر مستقیم انتقاد از خود دولت و شخص رئیس جمهوره ریاست شورای عالی امنیت ملی رو رئیس جمهوری ایران بر عهده داره و اعضای اون عبارتند از رؤسای قوه سگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبر، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، وزیر مربوط به موضوع مورد بحث و عالیترین مقامات ارتش و سپاه. اصل 176 قانون اساسی در باب وظایف شورای امنیت ملی اینجوری میگه: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل میشه تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری هماهنگ نمودن های سیاسی اطلاعاتی اجتماعی فرهنگی اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت تعیین سیاستهای کلان کشور و خصوصا سیاست خارجی را بر عهده رهبر نظام گذاشته مضاف بر این قدرت رهبر طی دوران علی خامنی افزایشان پیدا کرده در این شرایط به نظر میرسه کمافر سابق رهبر جمهوری اسلامی برخی از انتقادات و نظراتش رو به طور غیر مستقیم از تریبون رسانه مطبوعش مطرح میکنه. موضوعی که بار دیگه نشون میده که چرا کیهان از نظر تهدیدگرای سیاست داخلی ایران بازتاب دهنده نظرات رهبر جمهوری اسلامی تلقی میشه و از مسئولیت غذایی برخورداره. قضات و, و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواستن درباره کشدار زندانیان سیاسی تو ایران تو تابستان 67 و به ویژه نقش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی تو اون زمان تحقیق به عمل بیارن نامه سرگشاده این چهره های برجسته به خانم بشله که روز پنجشنبه هفتم بهمن منتشر شد رو نزدیک به 460 نفر از جمله سان کیون سانگ رئیس پیشین دادگاه کیفری بین المللی و استفان راب سفیر سابقه ایالات متحده تو این دادگاه دادگستری امضا کردند. تو این نامه اومده که افراد دستن در کار تو این کشتار همچنان از مسئولیت برخوردارن. اونها از جمله شامل ابراهیم رئیس رئیس جمهور فعلی ایران و غلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه میشه. این نامه که توسط سازمان حقوق بشری عدالت برای قربانیان کشتار 67 در ایران به نگارش در اومده برای شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ارسال شده ابراهیم رئیسی تو تابستان سال 1400 کار خودش رو به عنوان رئیس جمهور آغاز کرد یکی از چهار نفری بود که به پرونده های زندانیان سیاسی تو تابستان 67 نظارت داشت اون تو پاسخ به پرسشی درباره نقش خودش تو کشتار زندانیان سیاسی تو دهه 60 گفته که به نقش خودش تو این زمینه افتخار میکنه. چهره های اصلی هیئت چهار نفره که به عنوان هیئت مرگ شناخته میشن حسین علی نیری حاکم شرع وقت مرتزا اشراقی دادستان وقت ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات تو زندان اوینند اسامی اونها از روی شاکیان و شاهدان تو جریان دادگاه حمید نوری که متهمه در مقام دادیار پیشین و زندان گوهردشت کرج تو ادامه های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته و دادگاه اون تو ماهای اخیر تو اروپا در حال برگزاری مرتب تکرار میشه. هزاران زندانی سیاسی تو دهه شست به ویژه تو تابستون 67 تو زندانهای اوین و گوهردشت تو تهران و زندانهای مشهد شیراز اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی و با تصمیم هیئتهایی که به هیئت مرگ معروف شدن اعدام شدند بسیاری از اینها از هواداران سازمان و شماری از اونها از هواداران دیگر گروه های چپ بودند که تو سالهای ابتدایی دهه 60 زندانی شده بودند. آمار دقیقی از این اعدام ها وجود نداره اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین دست کم 4482 مرد تو فاصله دو ماه ناپدید شدند. همزمان برگزار کنندگان دادگاه بین المللی مردمی آبان اعلام کردند دومین دور این دادگاه تو روزهای 15 تا 17 بهمن به صورت غیرعلنی تو لندن برگزار میشه. قرار تو این دوره بیش از 100 شهادت جدید تو دادگاه مطرح و مورد بررسی قرار بگیره. تو دوره پیشین این دادگاه که آبان ماه سال جاری توسط سازمان های عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین المللی با هم علیه ایران برپا شده بود، 34 شاهد و 6 کارشناس شاهد اسناد و مدارک خودشون رو ارائه دادند. بر اساس گزارش‌ها هیئت دادستانی این دادگاه بعد از بررسی اسناد شاهدان جدید 27 مقام دیگه جمهوری اسلامی رو به دلیل مشارکت تو سرکوب آبان 98 به جنایت علیه بشریت متهم کرد. در دور نخست 133 مقام جمهوری اسلامی در این زمینه متهم شده بودند که با احتساب افراد جدید شمار آنها به 160 نفر رسید. اعتراضات آبان سال 98 که در ابتدا واکنشی به گرون شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشونه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد. خبرگزاری رویترز ضمن اعلام از بین رفتن حداقل 1500 نفر تو اعتراضات آبان 98 از قول سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه‌ای و یک مقام چهارم نوشت که خامنه ای به مقام های ارشاد کشور گفته بود هر کاری لازمه برای متوقف کردن اعتراضات انجام بدن. قلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضایی گفت امروز کسی بر نظام ملت و کشور ما مدیریت عالی میکنه که تعیین شده از ناحیه پروردگار و مورد عنایت خاص امام زمانه. اون افسود که شخصیتی والا، حکیم، دانا و با تقوا مدیریت عالی نظام ما رو در دست داره یعنی منظورش با کیه؟ دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار